این از خودم نیست. من اینجا شماری از اون چی رو که میگم خب نمیتونم نام ببرم، هممیهنانی درون ایران هستن. من بارها گفتم هممیهنان درون ایران کارای منو شیر نکنند، لایک نکنند، پیام نذارند. حالا یه فرمول ویژه‌ای داریم، این هممیهنان خب منو میشناسن، یعنی بچه ها شاگردای من بودن، یه سری بچه ها به من رأی داده بودن، اینا خب به هر حال یه باوری دارن. حالا دیگه یک جوری داستان فرق میکنه، من هرچی اونا حالا دیگه یک نگاه دیگری خب میان من و اونها هست. اوکی، خب این بچه ها ایده هایی رو میدن. امروز من یه ایده ای رو میخوام بگم، خب اون ایده میتونم بگم که یک ایده نوعی هست در نافرمانی مدنی، در گستره جهانی راهپیمایی، تظاهرات یا هرچی نامشو میذاریم، در سپهر سیاسی. گفتم اینا از من نیست، من اینجا گاهی سخنگو هستم، تنها یه چیزی رو میگم. من درود میفرستم به هم میهنان گمنام. گاهی یه فیلم سینمایی خوب، همه نمیان بازیگر بشند، بهروز وثوقی باشن، ناصر ملک مطیعی بزرگ ما باشن، نه، سه چهار تا میان بازیگر، یه تن، یه کسی میاد مجری، کسایی پشت پرده نویسندن، کارگردانن، فیلمبردارند و پرشمار عوامل و دستندکار داره. بنابراین ما در اون سو پیروز خواهیم شد که همه نیم اینجا بخوایم خودمون رو نشون بدیم. ای کاش من نمی اومدم جلوی دوربین. بنابراین همه کمک کنیم، هر کسی یه گوشه ای رو بگیره. و من سپاسگزاری کنم هممیهنانی که اینجا، میخوام نام نبرم برای اینکه یه شما رو من نام نمیبرم، بعد دوستان میگن چرا نام نبردی، از من گله ای داشتید. میگم بابا باور کن من گاهی نمیبینم، گاهی این یکی گوشی رو میبینم، اینجا رو میبینم، یه بار برمیگردم اینجا، یه بار یه آبی مینوشیم و یکی رو نمیبینیم، اینجوری میشه. حالا من دوستان رو همه رو میشناسم خوب از اون لحاظ. چه خوب خانم شیدا شیرازی، من خودم آبادانی هستم و از یاد نخواهم برد آتش سوزی آبادان رو. خب من میخوام که شما بیایید بالا خانم شیدا شیرازی، اگر نمیخواید سیما یا چهره ایتون دیده بشه میتونید یه دونه چیه برای نمونه یه کاغذی بگیرید. یه کاغذ میگیرید جلوی این گوشی، چیه این دوربینه، چهرهتون دیده نمیشه. اگه درون ایران هستید میتونید بیاید اون چی رو که دیدید رو بفرمایید یا هر چی. این از این. من از دوستان بار دیگه درخواست کنم دوستان شیر بفرمایند، اونگاه دیلیت کنن. از چهره ما بدشون میاد یه کسایی، از گفتمانمون، از هر چی، اصلا خط فکری من. یه کسی ممکنه چپ راست بالاست پایین، خب به هر حال به هر دلیلی من یه جایی یه چیزی گفتم خوشش نمیاد، ولی اکنون میتونه شیر بکنه. من سپاسگزاری دارم برای هممیهنان ما، چون نکته های ویژه‌ای رو برای نخستین بار اینجا خواهم گفت. این نکته‌ای که خواهم گفت یه جوری حتی در سطح جهانی میتونه تک باشه، در سطح جهانی تک خواهد بود، یعنی یه جوری تو پوز رژیم خواهیم زد، حالگیری خواهیم کرد. این همه حالگیری کرده، من گاهی میگم بابا ما کجا حال رژیم رو میگیریم؟ من میگم اوکی بابا این همه شکنجه میکنه، این همه زندانی میکنه، این همه میزنه، این همه رنج میده، این همه بلا میاره، ما یه جایی اصلا کار نداره، ما تکی تکی یه جا حالشو بگیریم، چه درست نایشته بذار حالشون گرفته بشه. من گاهی اینجوری هم نگاه میکنم. خب اوکی، امروز میخوام یک نکته ای رو بگم اینجا، یک پیشنهادی رو که هم میهنان دادن اینجا بگم. یه جور حالگیریه، یعنی تو پوز اطلاعاتی ها سپاهی ها پرشمار هستن دیگه، تو پوزشون زدنه. اوکی تو حال هم میهنای ما رو میگیری، آقا ما هم هوش داریم، ما هم بی عرضه نیستیم، ما هم جوری دیگه میتونیم حالتونو بگیریم، میتونیم نشون میدیم، اسلحه داری، ابزار داری، ما هم ابزار داریم. ما این کارا کم کردیم، از این کارا کم کردیم، از این کارا
یعنی چرا نبایستی اگر هزار ایرانی در فنلاند هست از فنلاند یه نیشکون این رژیم رو نگرفتن؟ چرا چند هزار در فرانسه هستن، در ژاپن هستن، در مالزی هستن؟ کجا مالزی ایرانیایی در مالزی، ایرانیایی در نیوزلند، ایرانیایی در استرالیا سالی 5 تا یه حال رژیم رو بگیرن؟ 5 تا 5 تا استرالیا، 5 تا نیوزلند، 2 تا ژاپن، 3 تا مالزی، 6 تا اروپا، 7 تا آمریکا، کانادا، سالی 100 تا حالگیریه. یکی به من نشون بده اشتباه میکنم، یکی به من نشون بده که ما 30 تا 20 تا 10 تا حال رژیم رو گرفته باشیم. بابا رژیم روزی 100 تا حال مردم رو میگیره، روزی 100 تا. ما نمیتونیم سالی 5 تا حالش رو بگیریم؟ میترسیم، توان نداریم، ارزه نداریم، فکر نداریم، سر بزنیم بمیریم. 5 میلیون آدمیم، تعطیل دیگه. خب حالا من امروز یکی دو تا این پیشنهاد رو میابی بنوشم. ما میخواییم با کمک هممیهنان یک پیشنهادی رو که هممیهنان دادن این از این خانم شیدا شیرازی، شما نوشتید نیستم، اگر اون زمان شما در آبادان بودید یا چیزی میخواید بگید میتونید تشریف بیارید بالا. من خواهشان یه چیزی رو میپرسم دوستان پاسخ بدن. بگو آقا جان اصلا تو برو بمیر، اوکی بالای سر یک بدون پاسخ نذاره چیزی رو که میگم، بنویسید اوکی میایم، نمیایم، وقت ندارم، چه میدونم. اینو خواهشان دوستانی که من این نکته ای رو میگم دوستان پاسخ بدن. آلمانی ها اینجوری هست، طرف میگه آقا مینوشی، میگه آره یا نه. ایرانی اصلا معلوم نیست آره نه، میگه مرسی. آخه مرسی یا مرسی ناین، ما دو تا مرسی داریم. تو آلمانی که مرسی نمیگن، فرانسه است. حالا مثلا دانکشون یا دانکه میگن، این دانکه، دانکه یا دانکه ناین. اوکی دوستان خواهشان پاسخ بده این از این. آقا بورام مردم ایران یک تعداد زیادی بی غیرت شده اند. خب حالا این من امروز وقت ندارم به این بپردازم. یه شمار آقای سید احمد حساس ایرانی، ببینید در هر حال من یه آدم سیاسی نیستم، که من یه آدم خیلی سیاسی هم. من خیلی سیاسی هم. خب یه آدمی بودم به هر حال، تو این دم دستگاه ها بودم دیگه، از مجموعه وزارت کشور، فرمانداری، تو مجلس و تو خیلی از این جاها بودم. یه مقدارشم با چیزهای امنیتی آشنایی دارم که این رژیم چه بلایی چی کار نکرد. ببین گاهی ترس برادر مرگ. خب هممیهنان بیرون رو میبایستی ما سوا کنیم. من در آیدی هستم، میشه بیام بالا؟ بله اوکی. حالا شما نمیدونم چقدر این خانم شیدا شیرازی دیر این پاسختون اومد. اوکی شما میتونید بیاد بالا، میتونید اکنون بیاد بالا خانم شیدا. البته درخواست بدید خانم شیدا، من به گمانم بایستی درخواست بدید. حالا من کوشش میکنم ببینم اوکی میشه اینا. اگه نشد خب دوستان در اینستاگرام هم میتونم بیام بالا. آقای بهمنی شما رو دارم میبینم، آقای بهمنی شما روز شنبه نمیدونم میاید در شهر کلن آلمان، ما برنامه داریم برای سینمارکس آبادان. آقای بهمنی شما هم به گمانم خوزستانی هستی، نمیدونم اگر معذوریتی دارید من نامو میبرم یه سری اینفورمیشن ها میدم به من بگید، یا بگید آقا ما نمیخوایم یا از این چیزا، یا چیز پیش نیاد. ما یک خانم بیچاره من نمیدونستم. حالا اوکی دیگه خیلی خوب. خب چی داشتم میگفتم؟ آقای بهمنی که گفتم بعد میتونی بنویسی دوستان بیان کمک کنه. آه چند تا پیشنهاد جهانی دارم این از این، منتها یه چیزی داشتم میگفتم که اون بریده شد سخنم. یکی از دوستان میتونه بنویسه من آخرین چیزی که داشتم میگفتم جاوید شو. من یه چیز شما گفتی، شما پرسیدید، پرسشی بود، پرسیدید که بیغیرت شدن. ببینید من البته یه مقدار باید سوا کنیم، ایرانی های درون کشور اونا گرفتارن، یه داستانی داره. من گاهی نمیخوام اون بیچاره ها خودشون رو گرفتار چیزهای امنیتی کنن، داستان داره. من در فرانکفورت هاوفتبانهوف شما رو دیدم که با یک گروه ایرانی بودید و داشتید مصاحبه میکردید. البته این موضوع مال خیلی وقت پیشه. اوکی
خب من چطور باید دعوت بفرستم؟ یکی از دوستان بنویسن ایشون چطور میتونه دعوت بفرسته؟ بذار من ببینم، شاید نیاز به دعوتم نباشه. شما بیایید بالا، خانم شیرازی. اونگاه ما بریم ببینیم که خانم شیرازی. خب شیرازی نه، بله شما میبایستی خانم شیرازی یه دعوتی بفرستید، چون من دارم اون گزینه‌ای که شما رو بیارم بالا رو نمیبینم. نیاز به دعوت. اونجا اون کنارش یکی از دوستان که میبینن پرسش های این چنینی رو پاسخ بدن، گفتن چطوری میتونم دعوت بفرستم. ببینید یکی از دوستان راهنمایی کنه خانم شیرازی رو، شیدا شیرازی رو، ایشون درخواست بده بیام بالا. اوکی خب پس یکی من دوستان این رو بگم، اینجا چند تا برنامه داریم. این برنامه جهانی سینما رکس پیوند داره با این تظاهراتی که درون ایران انجام میشه، پیوند داره با این گرفتاری ها، پیوند داره با چنج رژیم، پیوند داره با همه اون چه که هست. یعنی این چنین نیست یه یادبودی باشه یه شمعی روشن کنیم، نه. اگر هم میهنان کمک کنن، من امروز روشن خواهم کرد که چرا این رویداد تروریستی سینما رکس میتواند، خود این میتواند تأثیرگذار، سرنوشتساز و کارساز باشه به این تظاهرات. حالا به این خواهم پرداخت یکی یکی، منتها دوستان کمک کنن، راهنمایی کنن خانم شیدا شیرازی یه درخواست بدن. ببین خانم شیرازی اینجا که این گل چیه، این چیزا هست کنارش، یه چیزی هست دیگه، من که نمیتونم ببینم، شما میتونید ببینید کنارش یک چیزی میاد اونجا، شما اونو بزنید اونجا مینویسه درخواست و اینوایت، حالا هرچی شما میتونید بیاید بالا. اوکی دوستانی که شیر میکنند، من بذار خانم شیدا شیرازی شیر کرد بنویسند. آقای سید احمد شما اگر میدانید راهنمایی کنید خانم شیدا رو. آقای سالار حاتمی شما با تجربه هستید، اگه شما میتونید راهنمایی کنید. خانم کتاین شما اگه میدونید. آقای مجید مسلمی آها شما هستید. آقای مسلمی شما راهنمایی کنید خانم شیرازی رو، ایشون میخوان بیان بالا و درخواست بدن. شما دیروز آمدید میدانید، شما لطفا کمک کنید راهنمایی کنید خانم شیدا رو، من پاسخ بدم. خب درباره این ببینید، ما گاهی راهکارهای کم هزینه داریم، ما راهکارهای کم هزینه داریم، همیهنای ما گرفتاری امنیتی براشون ساخته نشه، چه اونایی که بیرون هستن یه معذوریت هایی دارن، چه اونایی که درون هستن. خب ما اینا رو تا اندازه تجربه شو داریم، ولی امروز یک کسایی آمدن لایف گذار، یک کسایی آمدن سیاسی، من نمیدونم چه نامی بذارن، نامی که من گذاشتم اینا مدیریت توالت عمومی یه شهر رو براشون زیاده، اینا اومدن پر کردن وارشا. نمونهش من شفاف نام ببرم، مثلا یه پسری تو فرانکفورت هست، رضایی نمیدونم چی زراب زرابی، خب این از بچگی اومد تو آمریکا و فلان و بسار و اینها، شاگرد حمید شبخیز و بعد شاگرد این پسر بود امید شریفی دانا، این رضا زرا الان شده سیاست مدار. این آقای فرهودی، این الدنگ با این روح لازم و این یکی حسینی، رضا زراب رو میاره به عنوان کارشناس سیاسی. آقای شارودی اومده چه 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 اینها. درود به شما میفرستم خانم ندا آزادی، اسماعیل رسول گرامی، مهرداد گرامی و دیگر دوستان که اینجا آمدی. خب این کسایی که توالت عمومی رو نمیتونن اداره کنن، شاگرد حمید شبخیز و اینا هستن، میان میشن فضای رسانه، یا میبینین که 10,000 آدم میرن اونجا. خب این چی میدونه اصلا؟ این تفاوت بخشداری و فرمانداری و استانداری و وزارت کشور رو نمیدونه، شهرستان رو با بخشداری و با بخشای دیگه نمیدونه.
این که کاردار کیه، سفیر کیه، دبیر کیه، اونو نمیدونه. رایزن کیه، فلان، این جوجه ها رو میارن. من نمیفهمم. مهم نیستا، مرد اونا کار خودشونو میکنن، ولی هممیهنای ما میبایستی اکنون دیگه زمان این نیست. هنگامی که بیمار ما نیاز داره به پزشک متخصص اعصاب، تصادف شدید کرده، کسی که میبایستی برای ستون فقرات، برای خونریزی بیاد بالا سرش، ما نمیتونیم یک ملا رو بالا سرش بفرستیم، یه دعاکن رو، یک پزشک تجربی رو، یا یک پزشک عمومی رو. امروز اینجوری شده، بالا سر ایرانی که این همه گرفتاری داره، یک کسایی دوزاریا که توالت عمومی رو نمیتونن هدایت کنن، اونها میان. چیه این فیسبوک اومد دیگه، فیسبوک اومد کارشون رو آسون کرد. اینستاگرام هست، یه دکمه رو میذارن تلق تلوق لایف، بیا. یه کراوات هم دارم، پرچم شیر خورشید، یه فرتور شاهزاده و شاهبانو شدن اپوزیسیون، دو تا فوش به خامنه ای و رژیم میدن، شدن اپوزیسیون. چه تجربه، چه تخصص، دو تا بیازماییم، شدن از کره اطلس طلایی، میرزا قاسمی، فلان ریش، نیمه ریش، دوست فخرآور، از فلان نام ها، خوشگله، سوئیس، دانمارک، اتریش، آمریکا، کالیفرنیا، نام های زیبا پشت سر هم، یکی دو تا سه تا چهار تا تمام شد. اصل با بدل، سره با ناصره، حق با باطل، دروغ با راست، دوغ با دوشاب، آب با روغن قاطی میشه، اون وقت میشه کره اصل طلایی، سه اصل طلایی. میگم بله دیگه، ولیعت توش هست، با قانون مشروطه توش هست، و بخواد دیگه چی میخواد؟ همه چی رو ما داریم. اصلا نیاز دیگه نیست شما برید اصلا شاهزاده رو چیکار داری، اصل چیه، فلان چیه، همه چی ما هستیم. نه عزیز من، نه، شماها از این حبابهای عنکبوت هست، تارای عنکبوت گاهی آدم ها رو نمیذاره بریم، مانا تار عنکبوت هن. یا مانند یه پارچه هستن، نور خورشید رو جلوشون رو میگیرید، شما همین بیشتر نیستید. پارچه گاهی درست یه پارچه نازک هست، جلوی نور خورشید رو میگیره. نور خورشید کیه؟ ما یه اصل داریم، یک اصل داریم، اصل دوتا هیچ وقت نمیشه. یه اصل هست، شاهزاده رضا پهلوی اصله. اون وقت یکی میاد میگه آقا پهلویسم رو من اختراع کردم. من نمیفهمم تو چطور اومدی تو اتریش پهلویسم اختراع کردی، استاد تو هم آقای فخرآوره. خب اینا میشن سیاست مدار. نه عزیز من، نوش هست، پسرش هست، اصل هست، خورشید هست. شما کاری که میکنید با یه پارچه تاریک جلوی نور رو میگیرید، همین، هیچ کار دیگه نمیکنید. خب سینمالکس آبادان، شما خوب میدونید چی شد. خانم شیرازی، آها بله، اول شما خوب، آقای مجید مسلمی، خواهشم بس شما راهنمایی بفرمایید، من دنبال میکنم گپم رو و دوستان کمک کنن، دوستان بس شیر کنن، دوستانی که در اینستاگرام هستن دایرکت میتونن این لینک رو بفرستن توی دوستاشون که این رو ببینن. دوستانی که در اینستاگرام میتونن این کار رو کنن، تو دایرکتاشون میتونن اونجا سند کنن. دوستان فیسبوک هم من میبینم که پر شما دارن شیر میکنن، من سپاسگزاری کنم. آقای مسلمی که شیر میکنن، خانم شیدا شیر کردن، آقای رضا بصیری آمدن. من نمیدونم آقای رضا بصیری فکر میکنم منتقد من باشه، البته کاری پروبلم ها، مهم نیست منتقد باشه اینها، ولی خب من دیگه انتظار نباید داشته باشم که وقتی که به اینا میتوبم اون بیچاره ها منو بخوان چی میگن شیر کنم. به هر حال چیز اخلاقی هم نیست. اوکی مهم نیست. خب فرشته اوکی دوستان پس شیر کنن. این از این، من بذارین نکته مهم رو بگم، این نکته مهم رو بگم که برای نخستین بار در جهان و در این چند دهه‌ای که ما این بلا، این مصیبت
گرفتار شدیم میخوایم یک ایده ای رو تری رو که هم میهنان دادن این رو بدیم. اون چی هست؟ من پرشمار وقت نمی کنم اینجا بپردازم بشکافم. خب این شاخ و بال داره، اونچنان اینجا مجال به من پروانه نمیده، به من مجال پروانه نمیده، اما کوتاه بگم که ببینید، ما شما تصور کنید، تصور کنید ببین چه بلایی سر رژیم میاره. شما ببینید این چه بلایی سر رژیم، ببین چه حالی از رژیم میگیره. این چطور؟ چون دستگاه امنیتی اطلاعاتی درون ایران میپیچه بابا عجب گرفتاری شدیم. این کار چی هست؟ دارم میگم شما تصور کنید هفته آینده یا هر زمانی، یک زمانی X، حالا هفته آینده 28 مرداد یا 19 آگوست، نخست فرض اونگاه اون عملیش رو خواهم کرد. حالا این یه فرض تئوری، اوکی؟ بگویند تو رسانه ها در 100 شهر جهان، یک بار دیگه میگم این خبر بپیچه که در 100 شهر جهان، ما بیش از 500 تا شهر بزرگ داریم، بیش از 500 تا شهر بزرگ داریم که این پتانسیل داره. میگیم 100 تا شهر، 50 تا شهر، مانند همین کلن، دوسلدورف، برلین، لندن، مادرید، توکیو، کامبرا، کوپنهاگ، مریلند، پنسیلوانیا، بوستون، حالا هر جا که میبینید، سئول و شهرهای دیگه، استانبول، آنکارا، شهرهای دیگر، آتن، حالا هر شهری که میدید، اوکی؟ یکی یکی، دوتا هم نه، بگن که یک آیینی، یک یادبودی گرفتند در 100 تا شهر جهان، تکی نه دوتایی، یعنی من تک در کلن. آقای سید احمد حالا در هر شهری اگر ایران نیستند، در شهر ایکس آقای حسین دولت حالا در هر شهری هستند، در اون شهر آقای مجید، حالا شما که در ایران بیشتر هستید آماجم نیست، یک عزیزی در یک جزیره 10,000 در یونان، بشه سر هم 100 تا شهر. برای چی؟ سینما رکس آبادان نیاز نیست دوتا بیان. چه روی خواهد داد؟ یعنی به جای اینکه ما انتظار داشته باشیم در کلن یا در دورتموند یا در دوسلدور 20 تا بیان، 30 تا بیان، 40 تا بیان، در جهان 100 تا اومدیم. ولی با چی؟ با تک تکیامون، تک تکمون، نه اینکه بیایم یه گروه. سنگ بزرگ میگن نشانه این نزدنه، اینجا دیگه سنگ کوچیکه. یعنی من اینو میخوام بپرسم، در نیویورک، در نیویورک عزیزان، خب من دعوتنامه اومد، دعوتنامه میگم، اوکی، خب خانم شیدا شما چند ثانیه باشید من این جمله رو تموم کنم. البته شما میایید بالا، منتها در منتظر تنها باشید، همین. خب من دارم کاین انورت، شما انورت ندادید، پاسخ ندادید. ببینید شما بایستی بتونید بیاید، مشغول نوشته اینجا، نوشته آلمانی نوشته، اوکی. خب شیدا شیرازی فورد کامگا برینگن هینسو فونگه، اوکی. خب ببینید کاین انورد فون، خب این ببینید من دارم کوشش میکنم. خانم شیدا شما پس نمیدونم بایستی یه عدی، آقای مسلمی شما باز لطفاً ایشون رو راهنمایی کنید، تا یه دیگه نزدیک شدن، یعنی این میتونن عد بشن. یه مشکل کوچیکی آقای مسلمی ایشون انگار دارن، نمیتونن بیان. اون مشکل رو هم حل کنید اونگاه. خب شما این فرض رو که بسیار هم عملیست، من اینجوری میخوام بگم، تو واشنگتن، یعنی در واشنگتن ما یک ایرانی نداریم،
یعنی ما در واشنگتن یک ایرانی نداریم که تکی یا تکی دوتا نمیخواد، خودش 18 ساله 19 ساله 20 ساله بره یه مجوز از پلیس بگیره، با ایمیل میتونه، یعنی تو خونش بره. من با ایمیل این کار کردم، من تو خونم نشستم با ایمیل مجوز گرفتم از پلیس مرکزی کلن در 100 شهر در آمریکا. خود ایالات متحده آمریکا بیش از 100 تا شهر بزرگ داره، بوستون، تگزاس، دالاس، میامی، شما ببینید دیگه این همه شهر. در آلمان بیش از 50 شهر بزرگ هست، در انگلستان و پس این از این. من همینجا از تک تک هممیهنان میخوام منتظر نباشن من یا ایکس ایگرگ دعوت بکنند. ایران شما رو داره دعوت میکنه، ایرانی های درون. اون بیچاره ها نمیتونن براتون ایمیل کنن، نامه بزنن. آقایی که در پنسیلوانیا، در نیویورک، در کامبرا، در سیدنی، در ملبورن، در استانبول، در فلانجا هستی، این کارو بکن. خودت تنها با هوش و عقل و انسانیت و شرف خودت انجام بده. از پدرت، از مادرت، از برادرت نپرس، نپرس. من وقت ندارم دیگه اکنون بگم چرا نباید از پدر و مادرتون بپرسید. کار درست رو، کار انسانی رو اگر تشخیص میدی دل تشخیصات انجام بده. پس این از این. پرسش بیشتری بود در مسنجر من، دایرکت من در اینستاگرام و اینور اونور بپرسید، راهنمایی میکنم. بسیار آسان هست. کی؟ شنبه. کار میخواید چیکار بکنید؟ هیچی، دوتا شمعی، اگه شد گلی، چند تا فرتور سینما رکس، همین تو اینترنت پره، فرتور سینما رکس رو پرینت